مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه چهارم از مبحث نگاهی به آثار عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام. 41 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از گرفتاری های عمده ما در مسیر معنوی، در طریق الاللهی که خب پیش گرفتیم و انشاءالله به مقصد عالی خودمون برسیم، این است که ما اسیر رفتارها و آثار معاصی یا غفلتهایی که داشتیم هستیم. همیشه نمیتونیم بی توجه به گذشته خودمون حرکت بکنیم، بخوایم هم نمیشه. آثار گناه گریبانگیر انسان میشن، مشکلاتی برای انسان پدید میارن. گفت هرچی سنگ مال پای لنگه. این ضرب المثل اینجا خیلی خوبه به کار گرفته بشه، ممکنه خیلی جاها جا نداشته باشه. کسی که معصیتی ازش سر میزنه، کوتاهی ازش سر میزنه، بعدن به این سادگی نمیتونه جبران کنه، چون وضع بعد از معصیتش خرابتر از قبل از معصیتشه. میخواد جبران کنه با چه زوری، با چه توانی، با چه فرصتی. یک کسی باید به آدم فرصت بده، فرصت ها سوخت میره. در داستانهای مربوط به کسانی که یه مقدار چشم برزخی دارن حرفهایی نقل میشه. من یکی دوتا نمونش رو عرض کنم تا ببینید ماها چقدر اسیر گناهانمون هستیم. در آغاز دعای کمیل، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، خدایا ببخش گناهانی رو که نعمتها رو تغییر میده، اوضاع رو به هم میریزه. حالا میخوای بهتر بشی، گذشته رو جبران کنی، بدتر شده اوضاع. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش گناهانی رو که دعا رو حبس کرده، نمیگذاره دیگه من با تو سخن بگم، حرفم بالا نمیاد. میخوام بگم معذرت میخوام، دیگه صدا بالا نمیره که این معذرت خواهی رو بکنم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، گناه میکنه آدم بعدش روحش نابود میشه. روح که نابود شد دیگه امیدی به رحمت پروردگار نخواهد داشت. وقتی امید نداشت احیا نمیشه، رفتارش رو اصلاح نمیکنه. بعد میفرما عرضه میدارد که خدا یا اللهم اغفر لی کل ذنبن اذنبتو. این که جداگانه ابتدا بیش از این کلماتی که من البته قرائت کردم، یکی یکی مثلا اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، خدا یا ببخش گناهانی رو که بلا نازل میکنن. ما یه سری بلاها داریم تو زندگیمون که باید امتحان پس بدیم بریم جلو، ولی یه سری بلاها رو گناهان خود ما داره از آسمان به سر ما نازل میکنه. بعد عرضه میدارد که اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت، همه گناهان منو ببخش. اول جداگانه دعا میکنه برای هر گروه از گناه. از اون خاطرات بگم، حالا زیادم ضرورت نداره ولی برای روشن شدن دلهامون بد نیست. میگفت من خانومم مریض شده بود، هر کجا میرفتیم دکترم گفتم ما نمیدونیم چشه، تبی میکرد و مریضی پیدا کرده بودی، بچه کوچیکم داشتیم و
یه بار توی ماشین که داشتیم میرفتیم، دیدیم تو تاکسی نفر جلوی ما اون انسان عارف جلیل القدریه که حالا من بنا ندارم اسم بیارم، اسم اشخاص بیارم، کتابش رو یکی از علما نوشته و به چاپ رسوندن، تو همین تهران زندگی میکرده. میگه حاج آقا دعا کن، یه خانوم ما مریضه، دکترها جواب درست حسابی نمیدن، حالش بهتر بشه. ایشون بر نگشت حتی عقب نگاه بکنه، گفت نه خانوم شما تا وقتی جلب رضایت دختر کوچولوتون رو انجام نده خوب نمیشه مریضیش. ایشون بچه رو، بچه 3 ساله دارید خونه زده، بچه رو باید بره رضایت رو جلب کنه. خانم چی میگه؟ آره من مثلا یه کشیده زدم تو گوشش، دل بچه شکسته، باید بره داره. بابا الان یادش رفته داره بازی میکنه. بله او یادش رفته، خدا که یادش نمیره. حساب کتاب داره عالمه، این بچه مال توه، شما چی کاره گرفتی زدی بچه خود، بچه خدا رو، بنده خدا رو؟ آقا ما چجوری از دل بچه در بیاریم؟ ما چجوری باش حرف بزنیم از دلش در بیاد؟ یعنی چی؟ یا اون کاسب دیگه میاد پیش همین آقا، هر دو رو تو خاطراتش نوشتن که آقا اوضاع مالی ورشکسته داریم میشیم، خراب شده. چون یه نگاه میکنه میگه شما ارثیه داشتی چند وقت پیش تقسیم کردی با خواهرت، اینا یکی از خواهرات راضی نیست. چرا راضی نیستن؟ ما با رضایت، برو راضیش کن. میاد پیش خواهره، خواهر تو رو خدا ما گرفتاریم، ما که حرفی نداریم، که شما هیچی نگفتی، تقسیم کردیم، گفتیم مثلا اون خونه مال شما، این خونه مال ما، بابای ثروتمند داشتم. نه داداش پیش تو باشه انگار پیش منه، افتخار ما افتخار من. نه آبجی حرفا نیست، به پول اون موقع 100,000 تومان بهش میده. میاد پیش اینم دعاش میکنه خدا خیرت بده، میاد پیش این آقا میگه آقا من دادم پول خواهرمو، نگاه میکنم یه نه تموم نشده هنوز، حقشو ندادی بیشتر از اینه. بابا راضیه، راضیه چیه؟ اون تو رو درواسی بنده خدا 200,000 تومان دیگه میده، میاد میگه خب حالا درست شد، برو گرهات باز میشه. میره شروع میکنه گرهاش باز شده. شوخی نداره. حالا من دوتا مثالی که زدم هر دوش در ارتباط با ظلم به دیگرانه. مثال های دیگری هم هست. یه لقمه حرام 40 روز عبادت آدم قبول نمیشه. حالا میخوای درستش بکنی، حالا صبر کن بابا، تو این 40 روز من 1,000 تا بدبخته دیگه سرم میاد، خب چی کار کنم؟ میخواستی تو عالم بی حساب کتاب زندگی کنی که خودت از یه همچی عالمی بدت میومد. اگه عالم با حساب کتابه که خب همینه دیگه. مسئله آثار گناه، مسئله آثار وضعی گناه، مسئله بلاهایی که به دنبال گناه ها و معاصی برای آدم میان، مزیقه هایی که در روزی برای انسان پیش میاد، یا الکی الکی اعصاب آدم داغون میشه، اینا شوخی بردار نیستن. ما زندگی خودمون رو مدام خودمون سخت میکنیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی اعراض بکنه از یاد من، من گره تو کار زندگیش میندازم. معیشتا زنکا، معیشت یعنی زندگیش، زنکا یعنی گرفتارش میکنم، میپیچونمش به هم. نه اینکه خدا بخواد مثلا بپیچونه ها، یعنی ببین عالم میپیچه برات، چون همه این ذرات رو میبینی، همه این ذرات بنده خدان، یوسف به حلق و مافه السماوات و مافه الارض، اینا همه عابدن، اینا همه عارفن، اینا همه نورن، اینا همه بندگی میکنن. غذا میخوری، غذایت میزنه معدتو داغون میکنه،
میزنه مثلا، حالا من نمیخوام بگم هر بلایی سر آدم بیاد ناشی از معصیت آدمه، یه وقتی هم شما و خدا نکرده به یه کسی که بلا سرش اومده برسی بهش بگی ببین برو آدم شو این بلا سرت نیاد، نه سر اولیاء خدا هم بلا میاد، منتها ما نمیدونیم کدوم بلا باطنش جایزه است کدوم بلا باطنش مجازاته. حساب خودمونو داشته باشیم. یکی از علامتهای این که بلا جایزه نیست مجازاته اینه، حالا اینم بگم دیگه، شما میخوای بعد از جلسه سوال کنی آقا حالا ما بلا از کجا بفهمیم جایزه است یا مجازاته، یکی از علائمش اینه که بلا اگر جایزه باشه آرامشت حفظه، بلا اگه مجازات باشه داغونی. یا خودش یه علامت دیگه. هر لحظه در ظهر عاشورا بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میگذشت چهرش برافروخته تر میشد، آرامش حفظ میشد. ما اسیر گناهان و معاصی خودمون هستیم، نمیتونیم از اینها به سادگی در بریم. یه کسی ما رو از گذشتمون خلاص بکنه بتونیم یه قدم برداریم. آقا گذشته تو ما تصفیه کردیم. یه آدم بدهکاری بدهی سنگینی بالا آورده بود، دوچار حتی دیگه نزول و دیگه خیلی گرفتاری با عظمتیه، خدا انشالله هیچ کس رو گرفتار نکنه. میگفتش که مثلا من این کار رو بکنم اون کار رو بکنم، بیان مثلا فلان زمینه دارم از من بخرن یه کمی خوب، میگفت کسی رو سراغ نمی‌گفت. ما اکثرا آدمایی که میشدیم یا دانشجوان یا جوونا هستن که به درد هیچ چی نمیخورن الحمدلله، ما از اون آخونده نیستیم که زیاد آدم دم دستبالمون باشه که دستبالشون به یه جایی برسه، ما مخاطبمون اکثرا جوونا هستن. بعد میگفت فقط من بتونم گذشته رو صاف بکنم، اصلا نمیخوام سرمایه تو زندگیم داشته باشم، نمیخوام چی، نمیخوام کار میکنم، نمیخوام چی دارم فلان درستش میکنم، گذشته رو من صاف بکنم. این فشار من هم وقت که این حرف رو من میزد، چقدر خوب آدم فشار گذشته رو رو دوش خودش احساس بکنه بخواد اینو صاف کنه. بعضی اصلا فشار گذشته رو رو شونه خودشون احساس نمیکنن. این خودش یه انگیزه بسیار عالی معنویه، گذشته آدم صاف بشه بقیهش رو انشالله درست میکنیم. دو رکعت نماز صبح میخونیم درست میشه انشالله، دو رکعت نماز مستحبی کنار نمازمون میخونیم انشالله نورانیت بیشتر میشه، خدا انشالله گناهان ما رو ببخشه و بیامرزه. خیلی پاک شدن از گذشته انسان رو خلاص میکنه، انسان رو نورانی میکنه. این پرونده ما گردن ما آویزونه، کارش نمیتونی بکنیم. ابا عبدالله الحسین، حالا حق الناس بحثش مطرح شد، این نکترم بگم، صبح عاشورا برگشت به اصحاب خودش فرمود که آیا کسی هست تو جمع ما بدهکار باشه؟ آقا اینا دیشب همه برنامه‌شون مرتب کردن، جاشون رو تو بهشت دیدن، لباساشون رو شستن برای اینکه آماده بشن برای شهادت، قرار و عهد رو گذاشتن، خیلی عبادت کردن، همه چی مرتب. آقا امام حسین صبح عاشورا یه نکته ای رو یادآوری می‌فرمان، کسی بدهکار هست یا نه تو جمع ما؟ یه نفر گفت حالا آقا جون من بدهکارم. آقا فرمود اینجا وای نستا، تو حق نداری اینجا شهید بشی، حق مردم به گردنت، میخوای اینجا شهید بشی باید بری. گفت آقا جون تو رو خدا مال مردم نخورده بودا، حق ضایع نکرده بود، بدهکار بود، بدهی اشکال نداره. آقا فرمود حق نداره اینجا بشی. پس مردم میخوای بگی بله امام حسین یه جوری خودت درستش کن، حق مردم رو ضایع بکن، من امام حسین چجوری درستش کنم؟ البته ما تو روایات داریم اگر حق مردم به گردن مؤمن باشه، بدهکار باشه، نتونه ادا بکنه، از دنیا بره، اهل بیت فرمودن ما خودمون براش جفت جور میکنیم. یه دفعه دست یکی رو میگیریم تو دلش میندازیم ببین برو اینو صافش کن،
یا خود اون میبخشه. این از جمله عنایات خاص اهل بیت برای شیعیانه. ولی خب حالا که میتونی فعلا صبح عاشورا هنوز طوری نشده، برو بدهید واجبتر، برو بده. آقا رفت از این و اون رو همونجا یه پولای جور کرد و داد به یه غلامی و برو اینو بگی ببر به فلانی بده تو شهر ما، و اینو راهی کرد اومد گفت آقا امام حسین با پیک فرستادم بده این موتور، خدا بذار برم وایسم. آقا فرمون خدا اشکال نداره وایسم. گناه شوخی داره یا نداره؟ بله. همش دارید فکر میکنی، یه جوابم به من بدید. بله شوخی نداره، شوخی نداره گناه. حالا بعضی از ظلم ها خصوصا هست تو دنیا، توبه هم آدم بکنه چی میشه؟ یکم ما امروز ما داریم بالاخره میترسونیم، ما روزای قبل خیلی نوازش میکردیم، ما یالا یکی در میون باید بشه دیگه، نمیشه که همش اونجوری باشه. بعضی از گناه ها هست خصوصا ظلم ها توبه هم بکنی اشکالی نداره، خدا توبه پذیر مهربانه، اما سیلی زدی در گوشه کسی به ظلم بخور برو. آقا ما توبه کردیم، خب باشه ما توبت قبول کردیم دیگه، ما که حرف نداریم. آقا پسر آق والدین میشه 20 سال از عمرش کم میشه، خب آقا ما توبه کردیم، خب باشه 20 سال از عمرت کم شد میری بهش. آقا تو عمره رو بذاریم سر جاش، نه دیگه نمیشه دیگه، ظلم به پدر مادر شوخی نیست. اون تو فیلمه پدر مادرش رو ظلم میکنه، بعد رفته تو حالت کما، پدر میبخشه از کما در میاد خوب میشه، اون فیلمه. گله اون حرفا نخوری، اونا هم اگه کتاب خونده بودن اینجوری فیلم نمیساختن. ظلم تو دنیا باید دادن پاشو بخوره. بعضی از گناه ها هست به خدا روم نمیشه، مجلس محترمی است، آدم خوب نیست از گناه و بدی و اینا زیاد حرف بزنه، هی اسمشون رو به میون بیاره، اخلاق آدم ناجور میشه، یعنی اعصاب آدم به هم میریزه. حالا یه دعا برای آینده بکنم، الهی آمین بگید. ببینیم 40 نفر تعدادمون الحمدلله خیلی بیشتره، انشالله این دعاها مستجابه دیگه. صبح جمعه مهمان آقا ابو عبدالله الحسین. خدایا در آینده ما رو دچار گناه و معصیت مگردان، توفیق جبران گناهان به ما عنایت بفرما. مسئله گناه مسئله خیلی مهمیه. حاج آقا شما هم داری یاد ما میاری، یا اعصاب ما رو خط خطی میکنه، رو یادمون رفته بود تو گناهامون یادمون میاری، آدم ناراحت میکنی. اتفاقا دارم بهت محبت میکنم عزیز دلم، اگه میدونستید چقدر من دارم به شما محبت میکنم، که حالا درست گناه های شما خودت سطح بالای گناهات ریزه میزه است، مثل ما در به داغونا نیستی، ولی همون ریزه میزه ها هم که یادت بیاد میفرماید مؤمن گناهاش پیش چشمش بزرگه، هر کی از گناهاش احساس عذاب وجدان داره بدون من خدا بهش محبت دارم، دوستش دارم، عذاب وجدان انداختم تو دلش. اگه دوستش نداشته باشم فراموشش میکنم گناهانشو، اگه دوستش نداشته باشم مثلا این کار میکنم یادش بره گناه، نه یکی گناهانمونو یادمون بیاره که لطف کرده به ما، آدم به خودش بپیچه. پاک شدن گناهان هم در سوره توبه، یک سوره داریم در قرآن همه آشنایید دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره، اینقدر خدا با غضب سوره رو شروع میکنه که دیگه اینجا نمیخواد بسم الله الرحمن الرحیم بگذاری. حبیب من چی به نام رحمت من، یعنی چی؟ اینجا بحث غضب منه. بعد اونجا توبه داره، یه آیه ای داره و علی الثلاثه الذین خلفوا، اونجا سه نفر تو مسیر تو جنگ تبوک نرفتن با پیامبر گرامی اسلام، پیامبر برگشتن، اینا اومدن گفتن یا رسول الله سلام علیکم، آقا جوابشون نداد، قهر کرد باشون، نیومدید چرا جهاد، علکی نشستید پیش خانوماتون، مردم هم باشون قهر کردن سلام علیک نکردن، زن و بچه هم ازشون فاصله گرفتن،
یکیشون سنی ازش گذشته بود، خانومش اومد گفتش که این نمیتونه برای خودش غذا درست کنه، یا رسول اجازه میدی من برای این غذا درست کنم؟ تو با کسی قهر کنی همه قهر میکنن، منم قهر کردم. آقا فرموده بی نداره براشون غذا درست کن. این ستا موندن با هم دیگه، رفتن با هم دیگه گفتن که حالا که کسی ما رو تحویل نمیگیره بیاد بزنیم به کوه، بریم از خدا عذرخواهی کنیم تو بیابون. رفتن تو بیابون، مدتی گریه و زاری کردن، خیلی دلشون گرفت. به هم دیگه گفتن که این مراحلی داره توبه کردن، خدا ما رو ببخش، میخواد با یه دونه بس. خصاصت خدا نیست، خدا که حرفی نداره، بس رشد ماست. باید اون بدی از ته دل کنده بشه بیاد بیرون. وقت چه جراحیه بعضی وقتا، دیدی تو مر میچسبه به یه جایی، میگه اگه اینو بکنم اصلا نابود میشیم. گفتن اینجوری نمیشه، خدا توبه ما رو قبول نمیکنه، چیکار کنیم؟ چقدر جالبه این داستان. گفتن ما به هم دیگه داریم روحیه میدیم، پیش هم دیگه ایم. آدم ها به هم روحیه میدن. ول کنیم هر کدوم تنهایی بریم یه جایی زجه بزنیم. زاغت علیهم الارض به ما رحبت، زمین عرصه بر اونها تنگ شد با همه گستره‌ای که داره، اینقدر دل تنگ شدن رفتن تنهایی شروع کردن ناله زدن. وقت میفرماد خدا به سمت اینها توبه کرد، یعنی بازگشت کرد، تا اینا تونستن حسابی اون موقع در اوج غم و تنهایی توبه کنن و بعد خدا توبهشون رو پذیرفت. پیامبر اکرم پیغام فرستاد برید تو بیابون اینا رو صدا بزنید خدا بخشید. مراحلی داره. حالا ما داریم بحث از چی میکنیم؟ بحث از آثار محبت ابا عبدالله الحسین و گریه بر ابا عبدالله الحسین. یکی از آثار گریه کردن بر ابا عبدالله الحسین چیه؟ من زار قبر الحسین علیه السلام عارفا به حقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. کسی برای حسین فاطمه گریه کنه، خدا گناهانش رو می آمرزه. گریه بر ابا عبدالله الحسین گریه های همه زندگیمونو باز میکنه. انشالله برامون یه روزی معلوم بشه، چشممون باز بشه، گریه کن حسین بشیم. بعد خدا میفرماد من چجوری چه گره هایی رو برات باز کردم، چه گره هایی رو برات باز کردم. یکی از آثار و برکات محبت ابا عبدالله الحسین. خب حالا شما بفرمایید چرا گریه بر حسین گناه میبخشه؟ چرا؟ یه قاعده طلایی من به شما بگم. اون قاعده طلایی میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خوب گناه ها رو از بین بهترین راه استغفار اینه. استغفار چند تا عامل داره که گناه های آدم بخشیده بشه، یکی از بهتریناش اینه. آقای اشتباهی کردی، برو یه دلی رو به دست بیار، یه آهی بکشه بگه خدا خیرت بده، یه دل شکسته ای رو به دست بیار، ای جبران بکنه برات گناهی رو که انجام داده. ان الحسنات یذهبن السیئات. میگه آقا گرفتارم چیکار کنم؟ من نمیدونم. برو یه گرفتاری رو نجات بده، برو توبه کن. میگه توبه هم میکنم، استغفارم میکنم، نمیدونم چه بدبختیه، گرفتاری دارم. برو صدقه بده، نه صدقه یه قرون دوزار، برو یه صدقه بده، یه دفعه یکی یه مشکلش کنده بشه از جا، دقیقه یه دفعه از خواب بیدار شه، تکون بخوره بگه خدا خیرش بده، دست ما رو گرفت، نمیدونیم برای چی خدا زد پس گردن این بنده خدا، دلش به حال ما رو گره ما رو باز کرد. یکی از بندگان خدا رو دستشو بگیر. آقا شما مخالفید ان الحسنات یذهبن السیئات؟ بله. آخه بعضیا بخیلن، یعنی چی این همه گناه کرده یه قطره اش برای امام حسین بریزه همش پاک شد؟ بعضیا بخیلن.
خدا ما رو جزو بخیلا قرار نده. بهش میگه آقا مگه کار خوب تو بخیلی کار خوب گناه ها رو ببخشه؟ میگه نه بله دیگه خوبه، این منطقیه. خب میگیم گریه بر ابا عبدالله الحسین هم یه کار خوبه؟ مگه آدم گریه کنه به امام حسین به کسی محبت کرده؟ شما جوابشو بدید دیگه، بفرم راست میگه دیگه، میخوایم علکی کسی بخشیده نشه. ببینیم روزه خونا مغازه باز کردن یه با حقیقتیه واقعا. یا دو قطره اشک برای امام حسین بریزی درست بشه؟ حالا شما جوابشو بدید دیگه. میگه ان الحسنات، میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خوب کن، دل یکی شاد کن، گناهات برطرف میشه. آیا من گریه میکنم برای امام حسین مگه دل کسی شاد میشه؟ بله. آقا شهدا زندن یا مردن؟ آیه قرآنشو بخون ببینم. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهدا زندن دیگه. بله. حسین برای چی به شهادت رسید؟ نه حسین برای چی به شهادت رسید. من اصلا از شهادت امام حسین خودش حرف نمیزنم. امام حسین بچه‌هاشو برای چی آورد کربلا کتک بخورن؟ برای اینکه پیغام به شما برسه. وقتی شما گریه میکنی برای حسین، حسین احساس آرامش میکنه، شاد میشه دلش. لااقل بچه‌هام اگه سیلی خوردن ثمر داشت. حسینو خوشحال کردی. حسین هست. حسین هست. گفت آقا ما به شما سلام میدیم، شما به ما جواب میدیم؟ فرمود بله که جواب میدیم، منتها جواب ما یه فرقی با سلام شما داره. شما از راه دور به ما سلام میدیم، ما میخوایم جواب بدیم، میایم از راه نزدیک به جواب میدیم. این نورش میخوره به وجودت. شاد کردی. آقا واقعا ما گریه بر حسین میکنیم، شاد میکنیم حسینو. آقا حسینو شاد میکنی، زینبش هم شاد میخوری، شاد میکنی که تمام تازیانها رو به خاطر شما خورد. اصلا اگر شما در مطرح نبودین، خدا اجازه نمیداد دشمنان اینقدر اذیت کنن حسینشو. میگه حسین برای خدا عزیز نیست، گرانقدر نیست، چرا اجازه بده؟ معلم ها رو دیدی میخوای ازشون تشکر کنی، روز معلم هدیه ببری؟ میگه عزیزم تشکر من تشکر از من اینه که درستو بخونی. درستو که میخونی من خوشحال میشم، تو خوشبخت میشی من خوشحال میشم. به خدا گریه بر حسین یعنی رقت قلب دارم، یعنی آقا خودخواه نیستم، یعنی آقا قسی القلب نیستم، قلبم قصابی باز نکرده، عاطفه معنوی دارم، یعنی حسین تو رو میشناسم به عنوان امام خودم، یعنی حسین حق رو میشناسم، ظلم رو میشناسم، یعنی حسین منتظر مهدی فاطمه هستم انتقام تو گرفته بشه. این همه معرفت تو گریه بر امام حسینه. بعضی هم خیلی بیکارن ها، خیلی بیحالن، میگه گریه بی معرفت نکن. خب میشه آقا شما هر کسی سر از بدنش جدا کنه اینجوری براش گریه میکنی؟ خب میفهمی کیه حسین؟ به اندازه خودمون میفهمیم، شما بیشتر من کمتر. بالاخره معرفت هست، معرفت هست. بی معرفت اون آدمای اروپایی نفهم و بیشعوری هستن که با مالیات اونا، با ثروت اونها پول داده میشه به اسرائیل، آدم میکشه ککشون نمیگزه. اونا هم که از انسانیت در اومدن، ما آدمیم، ما معرفت داریم، بی معرفت اونا هم. اروپایی های نفهم، آمریکایی های نفهم. آقا به آمریکایی ها چی کار داری؟ چرا برن نمیشن قیام بکنن جلوی
این سگه های صهیونیست رو بگیرن، قلاده بندازن گردنشون، ببندنشون یه گوشه ای. چرا این کار نمی کنن؟ سرمایه‌داراشون، مرفهینشون، دانشمندانشون نفهمن چرا اینقدر؟ اینقدر آدم بیشعور میشه؟ آقا با پول تو دارن ملت ها رو میکشن. 1 میلیون کشته تو عراق. اونا بچه ندارن، اونا همسر ندارن، اونا پدر مادر ندارن، فقط اروپایی های بیشعور آدم هن. اینا رو تو رادیو تلویزیون ها بهتون نمیگن، نمیشه اونجا فضای عمومی نمیشه همه حرف رو زد. اگه اسیرن، بدبختن، ذلیلن، خدا نجاتشون بده با فرج آقامون امام زمان از دست اونا. ولی آخه اسیر و ذلیل و بدبخت یه ناله بزنه، حداقل یه داد بزنه، بگه آقا اینجا خفقانه. آمریکایی بود، اومده بود تو مکه، من دیدمش، گفتم خب بیا با هم ایمیل با هم گفت نه اصلا نمیشه، تو ایرانی، ایمیل من پدرمو در میارم. گفتم بابا چقدر خفقانه اونجا، گفت اصلا بدتر از اینه. ایمیل های ما چک میشه، من بیام با یه ایرانی ایمیل بدم؟ اصلا حرفشون ازم. من با 2 نفر اینجوری برخورد کردم، یکی اهل اردن بوده، یکی اهل آمریکا. چه بدبختی گرفت ازشون، مهد آزادی. با یه ایرانی ایمیل بدم، به عنوان تروریست میگن میکشنم. خودم تو که میدونی ما ایرانی ها تروریست؟ گفت همه میدونن. گفت همه میدونن. گفت تروریست های عالم همشون دست پرورده خود ما. گفتم خدا خیرت بده، میدونی چند درصد مردم آمریکا میدونن؟ گفت خیلی ها میدونن، ولی نمیدونم میگم چقدر درصد. شما نمیتونیم دور هم جمع بشیم بگیم، چشم به چشم هم بشیم بگیم آقا میدونی؟ کسی به کسی نمیتونه چیزی بگه. میگفت یه نفر از تو محل ما مینویسه رو کاغذ یه سایت هایی که یه افشاگری میکنه، میچسبونه به درخت. نمیدونیم کیه تو محلمون، میچسبونه به درخت. ما رد میشیم از پیش اون درخته، اطلاعات جدید سر میکنیم تو کاغذهای کوچولو، ببینیم نوشته این گذاشته چسبونه به درخت. بله اینجوری هم دیگه. حالا اگر تحت خفقانن باشه، بهشون بیشعور نمیگیم، میگیم مظلوم. اما اگر قبول کردن، 1 میلیون کشته خدا شاهده، 40 پارسال ما رفتیم تو زائران حرم ابا عبدالله الحسین، داریم راه میریم. امروز روز امام زمان علیه السلام، روز امام زمان نمیشه از درد جهان اسلام صحبت نکرد. ولی یه عصر ماست. یه کسی بره در خونه آقای امام زمان بگه آقا من به زمانه کاری ندارم، آقا جون، آقای ابن الحسن، من با شما کار دارم، شما با منم کار نداری، من چون امام زمانم، اگه به زمانه کار نداری برو در خونه ما. آقا رو نوبرش رو آورده، میخوام چی کار بسنن تو رو؟ من به زمانه کار. گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی. من نگفتم آ، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن. بیا ببین، حالا من اینو گفتم، شما گفتی دیگه. الان یعنی آدم نیست کسی که سیاسی نیست، کسی که قصه مردم غزه رو نمیخوره، کسی که قصه مردم عراق و افغانستان رو نمیخوره، قصه مردم پاکستان رو نمیخوره. رفتم تو این پیاده روی عراق با دانشجوها، داریم میریم، دانشجوها رفتن تو این، میگم بچه ها برید تو این پیاده روی، برید تو این اتاقای عشایر ببینید چی میگن. به خدا قسم حال فایده نداره، من اینو گفتم که چی، بقیهش که نمیتونم بگم. چه درد دلایی میکنن. میگه شوهر ما از خونه که میره بیرون، ما دیگه نگرانی ها و وحشت هامون اضافه میشه. چی آدم بگه؟ 1 میلیون کشته و مفقود، آمار کمیه. 1 میلیون اینقدر بیرگ باشیم ما. خدایا برای نجات مظلومان عالم، مهدی فاطمه رو به ما برگردان.
برای نابودی ظالما امام زمانمون رو به ما برگردان. ان الحسنات یذهبن السیئات. حسین فاطمه خوشحال میشه وقتی میبینه که شما پیامش رو گرفتید. چرا خوشحال نشه؟ دل حضرت زهرا رو خوشحال کردی. 1400 ساله داره برای حسینش گریه میکنه، متأثره. شهدا زندن، کی میتونه غم حسین رو تحمل کنه؟ من و شما یه ذره بچه خوبی میشیم دیگه دق میکنیم تو روضه امام حسین. برای چی حسین کشته شده؟ برای هدفش. وقتی تو میشناسیش، حسین به هدفش رسیده. وقتی تو فریاد میزنی تو روضه ابا عبدالله حسین، حسین رو به هدفش رسوندی. ان الحسنات یذهبن السیئات. بله، کار خوب گناه ها رو از بین میبره. چرا گریه بر حسین گناه ها رو از بین نبره؟ عرضم رو تمام کنم. آیون دیگه من قرارم با شما صحرای محشر. هر کی صحرای محشر گناه تو پروندش بودا، ملائکه نگاهش میکنن، براش تأسف میخورن، میگن ای بیچاره، تو برای حسین هم نمیتونستی گریه کنی، این کار هم نمیتونستی بکنی. و خودم اونجا روش میشه سرشو بلند کنه، اونم صحرای محشر. میدونید صحرای محشر کجاست؟ که یه جایگاهی درست کردن برای حضرت زهرای اطهر. یه دفعه این ندا میدن اهل عالم آماده باش، مؤدب بایستن، فاطمه زهرا میخواد بیاد. همچی که حضرت زهرا میاد تو اون جایگاه، یه طرف این جایگاه امام حسن مجتبی ایستاده، یه طرف جایگاه حسین فاطمه رو زمین افتاده، بدن قطع قطعش. روایت دارم برات میخونم. حضرت زهرای اطهر میاد، بدنی که سر در بدن نداره، صدا میزنه خدایا این بدن کی اینجا رو زمین افتاده؟ روزخانی برای حسین آغاز میشه. اونجا امام حسین برگرده به ما بفرماید که نمیتونستی در خونه منم بیای، خسته میشدی میومدی در خانه من، من تا حالا شده از تو پذیرایی نکرده باشم، من هر موقع اومدی غمهای دلت رو هم تحمل نکردم، گفتم سر به شانه من بگذار گریه کن. نمیتونستی. وقت تازه بهتون نگفتم امام حسین چقدر با گناهکارا مهربانه. چه گناهکارایی؟ نه مثل شما، گناهکاری که دل زینب لرزونده، گناهکاری که حسین رو نگه داشت تا دشمن رسید. ببین چجوری داره باش برخورد میکنه. هر گفت دیگه حسین منو تحویل نمیگیره، یه کاری کنم دلش رحم بیاد، کفششو به گردنش آویزان کرد، عمامه از سرش برداشت، خاک به سر خودش میریخ، از مرکب اومد پایین، گفت یه جوری برم که حسین دلش رحم بیاد منو توبیخم نکنه، بگم غلط کردم حسین. همچی که از دور داشت میومد، یه دفعه حسین با صدای بلند صدا زد علی اکبرم برو عموتو بغل کن. برادرمون اومده. هر اومد جلو تا اومد بگه آقا غلط کردم، آقا بغلش گرفت فرمود حرفشو نزن، دیگه رفیق مایی. اینقدر با محبت با هر برخورد کرد، هر یک هیجانی پیدا کرد، شاد و سر حال و حسابی با نشاط گفت آقا میخوام برات بجنگم. آقا فرمود برو عزیزم، برو، اگه میخوای بجنگی برو. هر کی میرفت بجنگی یعنی کشته میشد، ولی تو توان خودش نبرد میکرد، حماسه میساخت.
من یه جمله روزه من باشه عرضم تمام. یا ابا عبدالله، با خیلی از اصحاب تعارف میکردی، تعارف نه به معنای علکی قصه، واقعا امام حسین راضی نبود کسی کشته بشه در راهش، دوست داشت یارانشو، اونا عاشق بودن، آقا هم اذن میداد، اجازه میداد، شب عاشورا همه رو آزاد کرد، فرمود برید، خب نرفتن، منت حسینو کشیدن تا آقا اجازه داد. آقا چرا هرت ها گفت برم؟ فرمودی برو، مهمان بود، میگفتی نه هر، حالا نمیخواد، یه کمی از این صحبت هم با هر میکردی، چرا تا گفت برم؟ فرمودی برو. اگه بپرسی آ شاید حسین فاطمه اینجوری جواب بده، بفرماد نخواستم هر بمونه، صدای علتش بچه هامو بشنبه خجالت زده بشه، نخواستم نوبت به علی اصغر من برسه خجالت بکشه شرمنده بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.